در این شماره از بسته اخبار بین الملل ایسنا خبرهای از اعتراف آمریکا به اشتباه مرگبار در حمله پهپادی به کابل، ادامه تنش میان فرانسه و آمریکا بر سر زیردریایی هسته‌ای، موضوع نخست وزیر لبنان درباره محموله سوخت ایران و چند خبر دیگر را مرور می‌کنیم. آخرین اخبار کووید 19 در جهان. تا بعد از ظهر شنبه 27 شهریور شمار مبتلایان و فوتی‌های کرونا در جهان به ترتیب به 228 میلیون و 500 هزار و 4 میلیون و 700 هزار نفر نزدیک شد و تعداد افراد بهبود یافته هم از مرز 205 میلیون نفر عبور کرد. با وجود اینکه اکثر کشورهای اروپایی به خصوص کشورهای ثروتمند توانستند تا میزان زیادی شیوع کرونا را تحت کنترل درآورند، روسیه با افزایش نسبی مبتلایان خود روبرو شده و نشانه ای از کاهش فوتی‌های روزانه این کشور دیده نمی شود. از سوی دیگر آمارها از کاهش قابل توجه موارد ابتلا در موج چهارم کرونا در جمهوری آذربایجان حکایت دارد. اما ارمنستان از دیگر همسایگان ایران روز جمعه بیشترین فوتی‌های روزانه خود را در 5 ماه اخیر ثبت کرد. در سوی دیگر جهان استرالیا همچنان برای مهار گونه دلتا تلاش می‌کند و اقدامات پیشگیرانه نیوزلند برای کاهش موارد ابتلا به این سویه مؤثر واقع شده است. آمارهای رسمی منتشر شده از سوی مقامات بهداشت چین نشان می‌دهد بیش از 1 میلیارد نفر از مردم چین، یعنی حدود 71% از جمعیت این کشور، به طور کامل واکسینه شده‌اند. سازمان غذا و داروی آمریکا نیز با پیشنهاد تزریق دوز سوم واکسن کرونا به افراد بالای 16 سال این کشور مخالفت و تزریق دوز یادآور را تنها به افراد بالای 65 سال و کسانی که در معرض خطر هستند محدود کرد. اعتراف آمریکا به اشتباه مرگبار در حمله پهپادی به کابل. ارتش آمریکا روز جمعه پذیرفت که در حمله پهپادی ماه گذشته خود به کابل و پیش از خروج آخرین نظامیانش از افغانستان، 10 غیر نظامی افغان از جمله 7 کودک کشته شدند. آمریکا ضمن عذرخواهی از این اتفاق آن را اشتباهی دلخراش خوانده است. ایالات متحده در آن زمان اعلام کرد که این حمله پهپادی برای هدف قرار دادن یکی از اعضای داعش انجام شد که خطری قریب الوقوع برای سربازان آمریکایی ایجاد کرده بود. از سوی دیگر با رسیدن پس‌لرزه‌های خروج از افغانستان به هلند، وزیر دفاع این کشور به دلیل اقدام دیرهنگام در خارج سازی پناهجویان افغان و فراهم نشدن حضور هزاران نفر از پناهجویان در هلند از سمت خود استعفا داد. پیش از این هم وزیر خارجه هلند به دلیل مشابه استعفای خود را اعلام کرده بود. در ادامه تحولات افغانستان، وزیر آموزش و پرورش منصوب شده از سوی طالبان بدون اشاره به دانش آموزان دختر و معلمان زن، از دانش آموزان پسر و آموزگاران مرد خواست در مدارس حاضر شوند. ادامه تنش میان فرانسه و آمریکا بر سر زیردریایی هسته‌ای. فرانسه که به دنبال لغو شدن قرارداد فروش زیردریایی‌های خود به استرالیا در یک بحران دیپلماتیک بی‌سابقه با آمریکا و استرالیا قرار گرفته، سفرای خود را در این دو کشور فراخواند. استرالیا روز پنجشنبه اعلام کرده بود قرارداد 40 میلیارد دلاری این کشور با فرانسه برای ساخت ناوگانی از زیردریایی‌های معمولی و غیر اتمی باطل شده است. استرالیا علت باطل شدن این قرارداد را توافق جدید این کشور با آمریکا و انگلیس برای ساخت دست کم 8 زیردریایی اتمی اعلام کرد. اقدامی که خشم مقامات فرانسوی را برانگیخت و باعث شد پاریس نقش آمریکا در لغو این قرارداد بزرگ را به خنجر از پشت تشبیه کند. موضع متفاوت نخست وزیر لبنان درباره محموله‌های سوخت ایران و عراق. نجیب میقاتی نخست وزیر جدید لبنان اعلام کرد محموله‌های سوخت ایران که از طریق حزب‌الله وارد این کشور شده نقض حاکمیت لبنان است. میقاتی در مصاحبه با CNN گفته نقض شدن حاکمیت لبنان باعث ناراحتی است، اما من نگران وضع تحریم‌ها در این خصوص نیستم، چرا که دولت لبنان نقشی در ورود این محموله‌ها نداشته. این موضع‌گیری در حالی انجام شده که میقاتی از دولت عراق بابت صادرات سوخت به کشورش تشکر کرده است. توافق دولت بایدن با عربستان بر سر یک معامله نظامی بزرگ. وزارت خارجه آمریکا از موافقت با قرارداد نظامی 500 میلیون دلاری با عربستان سعودی خبر داد. این قرارداد شامل خدمات حفظ و تعمیر فنی بالگردهای آمریکایی است که ارتش عربستان از آن استفاده می‌کند. این نخستین قرارداد نظامی بزرگ میان آمریکا و عربستان از زمان روی کار آمدن جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده است.
کمبود منابع مالی سازمان ملل برای مقابله با تغییرات اقلیمی و نابرابری. گزارش جدید نشان می‌دهد سازمان ملل متحد برای مقابله با فقر، نابرابری، بی‌عدالتی و تغییرات اقلیمی در جهان با کمبود 100 هزار میلیارد دلاری در منابع مالی خود روبرو است. طبق این گزارش تنها راه حل مقابله با این کمبود هدایت سالانه 10% از خروجی و بازدهی اقتصاد جهانی به سوی تحقق اهداف سازمان ملل تا سال 2030 است. حمایت مالی کشورهای عضو سازمان ملل، سرمایه گذاران، بانک‌ها و شرکت‌ها برای تحقق اهداف سازمان ملل در سال‌های اخیر کاهش یافته و همه‌گیری کرونا یکی از اصلی‌ترین دلایل آن است.